زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم. 22 شهریور 1401، ژینا امینی، زن جوان کرد اهل سقز، در سفر به تهران مقابل مترو حقانی به دست گشت ارشاد بازداشت شد. مثل بسیاری زنان دیگر که پیش از او مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفته بودند. ژینا امینی بعد از گذشت 2 ساعت در بازداشتگاه وزرا به حالت نیمه جان به بیمارستان کسرا در میدان آرژانتین منتقل شد. ۲۳ شهریور چند عکس از ژینا امینی منتشر شد که در آنها آثار کبودی و خون مردگی بر سر و کنار گوشهایش دیده می شد. 24 شهریور خبرهایی درباره فوت ژینا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نهایتا خانواده او اعلام کردند که دخترشان هنوز زنده است و در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد. 25 شهریور ژینا امینی به علت شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی ساعت 9 صبح در بیمارستان کسرا درگذشت. بر اساس گزارش بیمارستان کسرا که از طریق منابع آگاه منتشر شد، ژینا امینی از روز اول به دلیل صدمات وارده به سرش دچار مرگ مغزی شده بود. این عکس است که نیلوفر حامدی خبرنگار زندانی از پدر و مادر ژینا منتشر کرد بعد از آنکه خبر فوت دخترشان را شنیدند. بعد از انتشار گسترده خبر کشته شدن ژینا، مردم مقابل بیمارستان کسرا تجمع کردند و نیروهای امنیتی سعی کردند با گاز اشک‌آور و ضرب و شتم معترضان را متفرق کنند. یک زن معترض جلوی ورودی بیمارستان روسریش را برداشت و به قتل ژینا اعتراض کرد. همان روز مقابل بیمارستان کسرا پلیس با خشونت یک زن دیگر را بازداشت کرد. گروهی از زنان و مردان در تهران راهپیمایی کردند و شعار ما همه مهسا هستیم را سر دادند. ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم، به نام دین و قانون حلال شده خونمون، از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان. نیروهای امنیتی موفق نشدند معترضان را متفرق کنند و اعتراضات تا شامگاه ادامه پیدا کرد. ۲۶ شهریور پیکر ژینا ساعت 5 بامداد به سقز رسید. نیروهای امنیتی قصد داشتن او را همان موقع به خاک بسپارند، اما مردم زودتر به آرامستان آیچی رفته بودند و مانع از این کار شدند. با روشن‌تر شدن هوا به تعداد جمعیت افزوده شد. اینترنت موبایل نیز در سقز قطع شد. مراسم خاکسپاری حوالی 10 صبح با حضور انبوهی از مردم سقز برگزار شد. موسیقی
گروهی از زنان در حالی که روسری را سر برداشته بودند شعار ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی را سر دادند، شعاری که به نماد جنبش اعتراضی سال 1401 تبدیل شد. بیانیه زنان کردستان خوانده شد که در آن آمده بود گشت ارشاد باید جمع شود، برابری حقوق زن و مرد بدون همکاری مردان امکان پذیر نیست. به گزارش الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی که در محل حضور داشت، پدر بزرگ ژینا شعری را از شیرکو بیکس، شاعر نامدار کرد، خواند. به روی هیچ کس نمی‌خندد تهران که یاور مرگ است تهران، پیراهن عذاب تن شعر پوشاند و موسیقی را ول کرد چون بیوه‌ای تنها تهران. سریعاً عکسی از مزار ژینا منتشر شد که روی آن نوشته شده بود ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد خواهد شد. سرعت عمل مردم و فعالان در تهران و سقز به پشتوانه چند دهه سازماندهی علیه زنکشی حکومتی و ستمهای ملی به آغاز جنبشی منجر شد که کابوس حاکمان جمهوری اسلامی بود. در بخش بعد درباره بازگشت مردم سقز از آرامستان به سطح شهر و گسترده شدن اعتراضات به سرتاسر ایران خواهیم گفت.